عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان. خبر موثق این که آقایون از طرف وزارت ورزش، آقای سجادی یه سری مذاکرات با آقای کیروش داشتن. برای من جالبه که بازگشت به عقب به سمت کیروش از کجا در میاد. شما دوباره میخواید ما رو مستعمره فوتبال پرتغال کنید، دوباره همه دست به سینه جلوی کیروش وایستیم، کیروش به ما بگید شنا برید، دلا شید، پاشید، بشینید، یادتون رفته؟ لطف کنید قرارداد قبلی کیروش رو رو کنید تا مردم بدونن شما چه قرارداد مفتضحی با کیروش بستید و کیروش چه کارها با فوتبال ما کرد، با مربیامون، با بازیکنامون، با اهالی فوتبال، با حتی مسئولینمون. هیچکی که آدم حساب نمی‌کرد. چرا دوست دارید دوباره خوار و ذلیل بشید؟ دنبال چی هستید از کیروش؟ آقای معتمد نیا، آقای معتمد کیا، شما که مشاور آقای سجادی هستی، شما که قبلا همه کاره کیروش بودی، دنبال چی هستی؟ آیا ما گزینه دیگه جز کیروش نداریم تو فوتبال ما بیاد؟ فقط باید مستعمرش بشیم، هر کاری دلش خواست با ما بکنه. یادتون رفته قراردادهای بازی‌های تدارکاتی رو خودش می‌بست، پورسانتاشو خودش می‌گرفت، لیگمون رو تعطیل می‌کرد، تیشکی رو نمی‌داد، درا رو می‌بست، هر کاری دلش خواست با ما کرد. ما دوباره می‌خواید برگردیم به گذشته، بازگشت به عقب. دو دوره جام جهانی تیم ما رو برد جام جهانی که ما قبلا هم رفته بودیم. تو جام جهانی چه اتفاقی افتاد؟ اوج شدیم هر دو دوبار با کیروش. خب با برانکو هم اوج شدیم، با مهاجرانی هم اوج شدیم، با آقای جلال طالبی هم اوج شدیم. الان می‌خواد برامو تخم دو زرده کنه؟ و من باز تعجب میکنم از نهاد ریاست جمهوری. چجوری میشه دو تا بازیکن بیاد بره تو نهاد ریاست جمهوری و این دو تا بازیکن شما رو قانع کنن که آقا اسکوچیش به درد نمیخوره، برید کیروش بیارید، شما بگید برید کیروش بیاری؟ اصلا نهاد ریاست جمهوری راجع به فوتبال چجوری تصمیم میگیره؟ با آقای سجادی میگید وزیر ورزش، اینا میرن جلسه میذارن، بعد فدراسیون فوتبال چه کار است؟ فدراسیون فوتبال ما ايش کار است؟ نهاد ریاست جمهوری تصمیم، نهاد ریاست جمهوری از فوتبال چه میفهمه به نظر شما؟ چی متوجه میشید از فوتبال که تصمیم میگیرید کیروش بیارید؟ آقایون دارید اشتباه میکنید. من اولین کسی هستم که اگر این اشتباه صورت بگیره هستم اینجا و همیشه مخالف این قضیه بودم و خواهم بود و جلوش هم وای میستم. و اگر اشتباه آوردید کیروشو باز خوردی داشت، باید جواب بدید دیگه، نمیتونید از زیر جوابش در برید، چون نهاد ریاست جمهوری دستور این کارو داره میده به خاطر دو تا بازیکن. خاک بر سر فوتبال ما کنن که دو تا بازیکن بلندشن برن نهاد ریاست جمهوری سرمربی تیم ملی رو عوض کنن. واقعا متاسفم، فقط میتونم براش تاسف کنم. خدا نگهدار.